درود ویژه دارم خدمت شما همه عزیزان آخرین آنالیز ها از ترور محسن فخری زاده داده های جالبی رو داره به ما میده من در این بخش عکس و تصویری نمیزنم چون میخوام تسلط داشته باشم این بخش رو دقیق بگم خب در اتوبان آب سرد اینا میدونستن که اولا که جناب فخری زاده به همراه همسرشون رفته بودن دیدار مادرزنشون این خیلی مهمه که اینا اطلاعات داشتن در این زمینه نیسانی پارک بوده و توش پر مواد منفجره بوده تیم های ترور دو طرف اتوبان و حتی تک تیرانداز یه چند تا موتورسوار و یه ماشینی هم توش چند تا این تروریستا اینها در کمین نشسته بودن که بعد این ماشین نیسان منفجر میشه تیم ترور حالا جزئیات بیشتر نمیخوام وارد کنم ولی کلیت داستان یک شکست سنگین امنیتی اطلاعاتی در ایران بوده تیم ترور دوازده نفر بوده مهمترین مسئله اینه که هیچ کدوم از تروریستا نه زخمی میشن نه آسیب میبینن و حتی دستگیر نمیشن بیان شد که آقا یکیشون رو دستگیر کردیم هیچ کدوم دستگیر نشدن تا اینجا فقط گویا چهره راننده نیسانه مشخص شده و اینو گذاشتن روی اینترنت که احتمالاً اون چهره هم بگیرن اونم کاری نباشه در نهایت چون احتمالاً یا ماشینشو دزدیدن یا داستان اینجوریه چون این تیم انقدر حرفه‌ای برخورد کرده که امکان نداره به این سادگی‌ها کسی رو بگیرن و فشار امنیتی هم الان دستگاه اطلاعاتی از حواسش باشه بعد دوباره چهار تا آدم بیگناه نگیرن که جا بزنن بعد این اپوزیسیون عقب افتاده بخواد برای خودش شلوغ بازی را بندازه و غیره و اعتماد عمومی از دست بره این نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی که محسن فخریزاده تیر میخوره میبرنش در درمانگاه منطقه درمانگاه منطقه نیم ساعت قبل از حادثه برقش رفته مسئله رو مطرح میکنن که در انفجار یکی از دکلای برق افتاده و این برق منطقه رو قطع کرده ولی داده هایی که هست نشون میده که اصلا نیم سال قبل از این اتفاقات بیمارستان منطقه برقش رفته و اصلا شما فرض بگیرید که آقا دکل افتاده برق رفته برق کل منطقه جاهایی چون بیمارستان جای حساسیان، هن. اینا باید موتورخونه داشته باشن و برقشون مثلا به صورت اتوماتیک برگرده این داستان خیلی مسئله مهمیه یعنی اینا چه تیم قوی لوجستیکی داشتن به شما وقتی 12 نفر رو باید تجهیز کنی برای یک عملیات تروریستی این گونه حداقل باید 50 تا لوجستیک داشته باشی با توجه به اینکه برق بیمارستان نبوده و مهمتر از همه سیستم دوربین های مدار منطقه به کلی قطع شده فقط مال اونجا نه کل منطقه سیستم های دوربین مداربسته که ربطی هم به برق ندارن و همه داستان ها رو حتی اگه برقم بره و فیلم برداری میکنن همه اینا از بین رفته و همه اینا اون ساعت مثلا از کار افتاده بوده از بین رفته که اینا در کار افتاده بوده و این مسئله خیلی مهمه هلیکوپتر هم که میاد جوری اینا مثلا برنامه ریزی داشتن و میدونستن که هلیکوپتر احتمال داره که مثلا اگه زخمی بشه و همون دقیقه جناب فخری زاده فوت نکنه هلیکوپتر اینا میاد برای همین یکی از برنامه‌هاشون این بوده که تونسته بودن با این داستان الوار رو نیسان کار بکنن که برای چند منظور این بوده این داستان و هلیکوپتر نتونسته مثلا فرود بیاد و آقای فخری زاده رو مثلا سریع از اتوبان ورداره و آقای فخری زاده رو بردن انتهای اتوبان با زخمیه دیگه و بعد اینا رو سوار هلیکوپتر کرد چون هلیکوپتر تو محل حادثه نتونسته در حقیقت فرود بیاد چند نکته اینجا وجود داره پس این تیم دوازده نفره حداقل توی پایتخت در این سطح در این سطح تجهیز شدن در این سطح اشراف اطلاعاتی یک لوجستیک پنجان نفره باید پشت سرشون باشه اینا یک گروهان تروریستی بودن و مسئله که وجود داره این ساعت عبور و مرور جناب فخری ساده بوده که اینا با یک اشراف کامل اطلاعاتی و این حفره بزرگ اطلاعاتی مسئله نیستش که ما بخوایم از ازش به سادگی رد بشیم واقعا باید پاسخ خوب باشن مقامات امنیتی و اطلاعاتی ولی به اینکه یک نکته ای رو بدونید مسئله هست میگن چطور تو اسرائیل این اتفاقات نمیفته تو ایران میفته ایران برعکس چیزی که به همه دنیا دارن میگن که یه کشور محدودیه ایران یه کشور آزادیه یعنی شما هر که بخواد وارد ایران بشه با یه ویزای ساده میتونه وارد ایران بشه ولی به اینکه کشورهای همسایه بدون ویزا مثل ترکیه میتونن وارد ایران بشن و ایران مرزهاش برای تمام ملت بازه در اسرائیل برعکسه در اسرائیل شما حتی مثلا سیتیزن سویدم من اوایل که اومده بودم خارج خب یکی دو از اینایی که کمک مالی کرده بودن من برسم اروپا خب اینا در اسرائیل بودن یکیشون هم بعدا مشاور آقای رضا پهلوی شد اینا این اصلا زندگیش تو اسرائیل بود الان پاریس زندگی میکنه اینا کاری ندارم همین آی رامین پرهام و غیر اینا خب اینا اصلا اسرائیل بودن یکی دو تا از این عزیزانی که در اسرائیل بودن که قبلا با من مصاحبه میکنن الان شدن مجری های ایران اینترنشنال با ما دوست بودن خب ما اون موقع در کانتکست براندازی کاملا خیلی چیزا برامون درک نشده بود دیگه یعنی کاملا نفهمیده بودیم اینا منو دعوت کردن اسرائیل و من با پاسپورت سوئد نمیتونستم برم و اصلا شما با پاسپورت سوئد نمیتونی با نشی بری اسرائیل باید چندین لایه امنیتی رو رد بکنی در سفارت های اسرائیل در کشورهای مختلف بعد ویزا ویزای اسرائیل یک ویزای بسیار سختیه که شما بخواید برید یعنی اینکه آقای پتکی ناظر مهره مدیر سیاسی بازداشتگاه من تا خیلی راحت میتونه اسرائیل بره این نشان دهنده اصلا به صرف اینکه شما میتونید سفر کنی اسرائیل به همین داستان این نشان دهنده اینه که شما احتمالا مأمور اسرائیلی چون شهروند عادی آلمان شهروند عادی سوئد شهروند عادی انگلیس شهروند عادی در هر کشور اروپایی شهروند عادی در کانادا در آمریکا هر جای کره زمین حتی کشورهایی که مستقیم مثل آمریکا داره به اسرائیل کمک میکنه نمیتونه بدون ویزا با برسه و ویزای اسرائیل بسیار سخته برای همین اسرائیل یک کشور آزاد نیست ولی ایران چون کشور آزادیه اینا تغییر قیافه میدن بالاخره هزار تا و مرسای ایران بسیار بزرگه اسرائیل ببخشید مسخال. کشور میتونه مرزهای خودش رو به هر حال بیشتر امنیتی تر نگه داره و یک کشور کاملا امنیتی و محدود و یک کشور بسته ای اسرائیل یعنی همین عملیات در خاک اسرائیل خب یه مقدار از این مدل عملیات ها سخته ولی خب اینا میان انجام میدن در این سر بنابراین ایران خب مرزاش هم بزرگه یه خونه هم نباید بی کرد واقعا تعداد زیاده ولی این سطح از عملیات این اصلا توجیه ناپذیره ببین شما اگر یه تیم ترور دو نفره بودن اصلا خیلی فرق میکرد دوازده نفر که حداقل پشتیبانی دارن که میتونه دوربینا رو قطع کنن میتونن بیمارستان رو مثلا برقش قطع بشه داستانهای پشت پرده گسترده لوچستیکی پشتشونه اینها در این سطح تجهیز شدن که اصلا سلاح بهشون برسونن فلان برسونن این سطح من هیچ کدوم دستگیر نشن اصلا ندونیم که کی هستن چیکاره هستن و الان کجا هستن در این سطح این اینا چیزایی که اصلا توجیه نداره واقعا و مسئله ای که وجود داره خیلی ها گفتن چرا من خودم اول از همه گفتم چرا ماشین ضد گلوله نداره چرا محافظ ماشین که ضد گلوله نبوده به حال این خیلی داستان بدیه ولی محافظ چهار تا داشته دو تا ماشین بودن ولی محافظ محافظ شخصی آخرین حلقه از حفاظت اشخاص مهمه یعنی وقتی شما تمام حلقه های حفاظت آقای محسن فخری زده شکسته میشه اونم در این صد مثل مثلا از نظر فوتبال وقتی که شما یه تیمی کامل گل میخوره میگن آقا دفاع اینا دیگه اتوبان شده در حوزه امنیتی وقتی که حلقه های پیرامونی حفاظت در این صد اتوبان میشه و شکسته میشه بیشک دیگه محافظ شخصی کاری نداره جز گلوله خوردن ولی به اینکه یکی از محافظه شخصی ایشون رشادتمندانه خودگذشتگی کرده خوشو پرت آقای فخری زاده و چهار تا گلوله خورده وگرنه آقای فخری داره هشت گلوله خورده بود تلاششو کرده و محافظ شخصی دیگه کاری نمیتونسته بکنه با سرعت تو اتوبان یه دفعه نیسان منفجر میشه و محافظ شخصی آخرین حلقه محافظته اما تمام حلقه های حفاظت و اینا شکستن و این مسئله ایه که به این سادگی نمیشه رد شد مسئله خیلی مهمه که برق بیمارستان رفته بوده این مسئله رو باید پیگیری کنیم و وزارت اطلاعات اینا باید جوابگو باشن ببینید تو این زمینه این چیزها شوخی بردار نیست یه پاسخ جدی هم ما باید داشته باشیم چطور کسانی که در حلقه سپاه پاسداران تیم حفاظتیشون تشکیل میشه اینا کمترین آسیب رو میبینن ولی در وزارت اطلاعات شما نمیشه ما تو یک دهه گذشته پنج دانشمند هسته رو ترور کردن شوخی بردار نیست پنج دانشمند هسته این شوخی بردار نیست و شما برای این ترورها تهش تونستید اون افرادی که دونپایه بودن و اجرا کردن ترور رو نهایتا اگه گرفته باشه تازه بعدم که در خیلی هاشون علکی گرفتید اینا چیزایی که آبروریزیه در زمینه ترور آقای محسن فخری زاده هیچ گونه دفاعی از نظام نمیشه کرد دفاع علکی خیانت به کلیت کشور و حتی خیانت به خود که اونایی که حالا اعتقاد به نظام ها. اعتقادی که به نظام ندارم من اعتقاد به کشورم دارم دفاع من از ایرانه هم خیانت به ایرانه ولی اون بچه انقلابیایی که دفاع میکنن از نظام این مدل حفره،, حفره امنیتی این اصلا قابل دفاع نیست از نظام بخش اطلاعاتی واقعا قابل دفاع نیست مبایستی آسیب شناسی بشه جلوگیری بشه و یکی از مسئله مهم اینه که ما در مورد دانشمندان ای که ترور شدن ما یک حرکت بازدارنده قوی اگر کرده بودیم امروز نتیجه این نمیشد که دوباره بیان دانشمند ای ما رو بکشن حتما ایران پاسخهایی به اسرائیل در طول این سالها داده ولی این پاسخها ناکافی یا ناموفق بوده در این زمینه دانشمندان ای دارم ارز میکنم چرا چون اسرائیل رو نتونسته بابی شما بزرگترین عامل حفاظت از شخصیت ها و اصلا مملکت اصلا در تمام اوضاع عامل بازدارندگی است چرا ما طرفدار این سیستم موشکی هستیم سیستم موشکی در درجه اول عامل بازدارندگی حمله ای آمریکا به ایرانه وگرنه ایران میشد یه کشوری مثل یوگسلاوی و غیره و اینا هر چیزی میشد مثل لیبی هر کی دلش میخواست میتونه حمله کنه این قدرت و بنی دفاعی ما عامل بازدارندگی خب عامل بازدارندگی عدم ترور چیه خب باید پاسخ سنگین داده می شده وقتی که میان دانشمند هسته ای تو رو در روز روشن اینگونه ترور میکنن شما باید پاسخی در خور بدی این پاسخ در خور چیه من به عنوان یک برنامه ساز که من نمیتونم نظر بدم که اینو باید شماهایی که در رحصه امنیت کشور الان دارید کار میکنید شما پاسخ بدی چه پاسخه عملیاتی بعد میدادید که عامل بازدارندگی بشه و اسرائیل دیگه جرأت نکنه بیاد دانشمند هسته ما رو بکشه و چرا ندادید این هم یه نکته ایه اولا که این سطح و از حفره امنیتی در این سطح که دوازده تروریست در این سطح میتونن مجهز بشن و آماده بشن و اینقدر هماهنگ عملیات اجرا کنن اینا باید پاسخگو باشه که اصلا چه کسی میدونسته چه میدونستن که آقای فخری زاده میخواد بره خونه مادر زنش اونم از این مسیر جاده و شما نگاه کنی دقیق میدونستن از کدوم اتوبان میخواد بره که نیسانه اونجا همه اینا مستقر شدن اینجوری نبوده که تو راه بیان بزنن مستقر بودن اصلا میدونستن این الان از اینجا می... این سر از اشراف اطلاعاتی واقعا فاجعه است برای مملکت و بعد بعد پاسخ بدید وقتی که شما دانشمندای دیگه ما رو زده بودن به خصوص در سال در ده اوایل دهه 90 چرا شما ها پاسخ درستی ندادید که امروز اونا جرأت میکنن دوباره شما باید پاسخ دید. اول از همه بازدارندگیه مهمترین و ابتداترین حلقه حفاظت از شخصیت های مهم بازدارندگی عمل تروره و نه یعنی خب ایران درندشته ایران مرس های ای داره هر چقدر ما تیم اطلاعاتیمون قوی باشه بالاخره دو نفر میتونن هماهنگ بشن هم حالا دوازده نفر نه این دوازده نفر واقعا هیچ توجیهی من نمی‌خوام ببره ولی دو نفر مثلا قبلی‌ها دو نفر بودن آقا دو نفر هماهنگ بودن اومدن یکی از دانش‌بندای ما رو زدن حزم میشد کرد ولی ترور آقای فخری زاده غیر قابل هضمه. اینو به شما مثلا یه ترور که اصلا کرده بودن تو عمو سال 88 با موتور انجام داده بودن موتور روش بم گذاشته بوده دانشمند هستگی ما اومده بود ریموت زده بوده این مدل ترور در یک کشوری که با اون مرزای گسترده و با اون جمعیت تهران ما بزنم به تخت اون موقع که این اتفاق افتاد روزانه 15 میلیون جمعیت داشت شبا 12 میلیون میخوابیدن در سال 88 اون ترور دانشمند هسته ایمون خب میگه واقعا یه نفره مثلا دیگه عملیات انجام ولی الان 12 نفره چه توجیهی داره دستگاه امنیتی و مهمتر از همه اینه که چرا شما پاسخه دو حالا الان هم تازه میبینید که رئیس جمهور مملکت و عقب افتاده اصلاح طلب و اینا میگن که دور خدا جواب ندید ما گول نخوریم بذار بازم بکشن ولی بریم مذاکره کنیم خوش این نگاهی که دارید که میزن هممون رو پرپر میکنن تو مملکت اگر عامل باززنندگی ایجاد نکنین همه رو پرپر میکنن بالاخره اینا مرزاش بزرگه بله خیلی از مرز باکو میتونن بیان از مرز ترکمنستان میتونن بیان از ترکیه میتونن خیلی مرز داریم همه جا میتونن بیان در حال بر این پاسخ داده بشه عامل بازدارندگی شناسایی این سر از حفره امنیتی چیز شوخی نیست که بتونن حتی برق بیمارستان هم قطع کنن نیم ساعت قبل از حادثه حالا بگیم یکی از دکلای برق افتاده اوکی بیمارستان باید ببشه برق چیز داشته باشه موتورخونه برق داشته باشه اینا اینا موتورخونه برق چرا کار افتاده بوده تا اون چه ما میگیم اطلاعاتی که ما داریم هیچ از این اطلاعات 100 درصد موثق نیست و چون موثق نیست جمهوری اسلامی بعد کلاش بالاتر بذاره چرا باید جمهوری اسلامی کلاش بالاتر بذاره چون در امر اطلاع رسانی ما کار رسانه ای میکنیم ما اخبار دست اول که نداریم اخبار دست اول به صورت میدانی جمهوری اسلامی باید منتشر کنه ما بر اساس اخبار دست اول بتونیم تحلیل بدیم وقتی که داده های اطلاعاتی ما همینجوری از دیروز تا تو این 48 ساعت سگ میزنه گربه میرقصه اولش میگن یکی رو گرفتن بعد میگن اینجوریه بعد میگن شهید فخری زده بعد میگن شهید نشده دارن روش کار میکنن خب این صد از اطلاعات هم متناقض که بیرون میاد باعث میشه که ما نتونیم تحلیل دقیقی هم داشته باشیم و اینم مقصر سیستم فشل اطلاع اسلامی جمهوری اسلامی واقعا متاسفم به حال اتفاق اتفاق تلخی جای دفاعی از جمهوری اسلامی در این حوزه نداره که دانشمند هستی ما به این شکل ترور شده جای دفاع نداره ولی جای انتظار داره منتظر هستیم واقعا منتظر هستیم ببینیم نظام در قبال خائنین ابتدا به ساکن در قبال خائنین داخلی که صحبت از مذاکره و تله تنش و قینه میکنن برخوردش با این جماعت چیه و چه آپاسخی رو به عوامل و عاملین ترور خواهد داد ببین شما خامنه میگه که باید اینا مجازات بشن تحریف سخنان آقای خامنه کلید میخوره در بی بی سی بعد شما از گوش اصلاح طلبان میشینید که آقای خامنه گفت مجازات بعد بشن نگفتش که باید انتقام بگیریم بعد میام بین مجازات و انتقام و چیز میکنن تعریف های جداگونه میکنن یعنی آقای خامنه ای اگر مثلا واقعا میخواست یکو میگو انتقام و حالا چون مجازات گفته تقلیل پیدا کرده سخنان رهبری هم که با این وقاحت میان برای خودشون تحریف میکنن مجازات و انتقام جفتش یکیه بعد اینا جدا سازی میکنن بار معنایی متفاوتی به هر کدومشون میدن که بخوان نتیجه خودشونو بگیرن و مصادره به مطلوب کنن اینا قضایایی که داریم میبینیم شرایط شرایط خنده ها و شادی های کفدار ها هم واقعا رو من نمیدونم انسان چقدر میتونه پس باشه دانشمندمون رو کشتن بعد ناراحتیم نظام مقصره باید قور بزنی ولی شادی این جماعت پاچیدن نمک رو زخم خیلی واقعا اینا با هیچ میار انسانی و حتی حیوانی حتی میار حیوانی شما بارها دی حیوانات هم نوعشون میمیرن تلاش میکنه هم نوع خوش از کنار خیابون مثلا دیدید دید دیگه بارها روباهی فلانی سگی هم نوعش مثلا توی اتوبان ماشین زره و اون یکی هم نوعش میاد تلاش میکنه این حیوان و لاشه این حیوان از اتوبان بکشه کنار اینا به چه درجه از رزالتی رسیدن که ما حتی با میارهای حیوانی همین این افرادی که شناسنامه ظاهرن قبلا داشتن بیشتری هم که تو اروپا ملیت خودشون هم پس دادن اینا با چه میاری میشه اینا رو واقعا بررسی کرد سطح کسیف بودن اینا واقعا پدیده نویست و این پدیده نو واقعا غیر قابل اینه که بتونیم یک تعریفی براش ایجاد کنیم به حال دمتون گرم که این برنامه رو دقت کردید همتون به اهورامزدا اینا میسپارم خیلی ممنون و سپاسگزار بابت دقت در این برنامه بدرود